La place des pronoms doubles dans la phrase. جایگاه ضمیرهای مفعولی دوگانه در جمله. توی زبان فرانسه ما دو نوع مفعول داریم. مفعول مستقیم، COD و مفعول غیر مستقیم، COI که قبلا توی یه ویدیوی مفصل توضیح دادیم، میتونید توی هایلایت های گرامر ببینید. به همین ترتیب دو نوع ضمیر مفعولی داریم، پرونوم COI ضمیر مفعولی غیر مستقیم و پرونوم COD ضمیر مفعولی مستقیم. این ضمیرها همیشه قبل از فعل قرار میگیرن غیر از وجه امری. حالا اگه دو تا ضمیر داشته باشیم، یکی مستقیم یکی غیر مستقیم، یه پرونوم COD یه پرونوم COI، ترتیب اینا چجور میشه؟ در حالت کلی فرمول جمله ما به این شکل هست: سوژه پلوس پرونوم COI پلوس پرونوم COD پلوس ورب. البته استثناء داریم، پرونوم COI لوی و لوغ که بعدا در موردشون توضیح میدم. خب این جمله رو در نظر بگیرید: ممغ آف دفلوغ اموا. ممغ افق، چی؟ دفلوغ COD، اکی اموا COI. حالا میخواییم جایگزین کنیم ضمیرهامونو. ل جایگزین دفلوغ میشه، مو جایگزین اموا میشه و جملهمون میشه ما مغ ما لزوف. یه مثال دیگه: ایل راکونت اون بل استوار ان نو. اون بل استوار جایگزین میشه با پرونوم COD لا، انو جایگزین میشه با پرونوم COI نو و جملهمون میشه ایل نو لا راکونت. این جمله رو در نظر بگیرید: جوفق دفلوغ ام امق. جوفق چی؟ دفلوغ لو پرونوم COD ل، اکی ام امق لو پرونوم COI لوی. جملمون میشه جو ل لویوف. یه مثال دیگه: نو راکونتون اون بل استوار انو زمی. انو زمی لوغ، اون بل استوار لا. جملمون میشه نو لا لوغ راکونتون. مقایسه کنید: ما مغ ما لزوف اما جو ل لوی اوف. ایل نو لا راکونت اما نو لا لوغ راکونتون. ببینید اینجا جای پرونوم COI و COD عوض شده. مرسی دوار تابک موه.